برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا و در لابلای گزارش‌ها از جهان و افغانستان. هزینه خسارات جنگ و افراطگرایی در افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار در یک سال و 13% بلندتر از بودجه ملی آن کشور. تلاش‌های تازه ایالات متحده و رهبران جهان برای حل بحران سوریه و ادامه بحران مهاجرت در اروپا و آخرین گزارش از وضعیت مهاجرین افغان. سلام دوستان، با برنامه خبری امروز دوشنبه 27 ماه میزان سال 1394 هجری خورشیدی که برابر می شود با 19 ماه اکتبر سال 2015 میلادی خوش آمدید. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا از واشنگتن دی سی در این برنامه میزبان شما هستم. خبرها را با گزارش تازه از نبردها در ولسوالی غورماش تلاش خواهیم کرد در ولایت فاریاب آغاز کنیم، اما در بخش‌های دیگر گزارش و بررسی تحقیق تازه در مورد خسارات برخواسته از جنگ و افراطگرایی در افغانستان، اخبار مهم جهان و منطقه را نیز گنجانیده‌ایم. امید است ما را تا پایان همراه باشین. هزینه خسارات جنگ و افراطگرایی در افغانستان بیشتر از اندازه بودجه ملی کشور است. یک تحقیق تازه مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی نشان می‌دهد که طی یک سال 9 میلیارد و 91 میلیون دلار از بابت جنگ و افراطیت به افغانستان زیان رسیده است که این هزینه 13% بلندتر از بودجه ملی کشور است. مسئولین مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی میگویند که این گزارش در نتیجه یک سال تحقیق و به همکاری ادارات حکومتی افغانستان در 7 ولایت از طریق مصاحبه با 100 تن تهیه شده است. بر اساس این گزارش زیان‌های یاد شده را تلاش‌ها برای تأمین امنیت، صلح، کمک‌های مالی به قربانیان جنگ، ارزش‌های انسانی، صحت عامه، معلولیت، تعلیم و تربیت و مهاجرت‌ها به بار آورده است. هزینه مالی کار این گزارش تحقیقی را انستیتوت صلح آمریکا پرداخته است. شاه محمود میاخیل، مسئول شعبه انستیتوت صلح آمریکا در کابل می‌گوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از زیان جنگ و افراطیت مانع عوامل منطقه‌ای و جهانی آن شود. تا زمانی که حکومتداری بهتر نشود و حاکمیت قانون به طوری که در یک کشور لازم است عملی نگردد، مشکل است تا جلو جنگ گرفته شود و اقتصاد رشد نماید. در این گزارش تحقیقی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی، زیانهای اقتصادی و مالی جنگ و افراطیت در مقایسه با زیانهای جانی بیشتر خطرناک شمرده شده و گفته شده اگر جلو آن گرفته نشود، در آینده افغانستان با بحران جدی مواجه خواهد شد. دوستان، جنگ در میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب جریان دارد و گزارش ها حاکی از آن است که چند ساعت قبل قمندان امنیه این ولسوالی و جنگجویانش توسط طالبان اسیر گرفته شدند. شرح بیشتر این تحولات در غورماچ را از میرویس بیژن، خبرنگار صدای آمریکا، میشنویم که از طریق اسکایپ و یا هم تلفن فکر میکنم با ما به تماس هستند. آقای بیژن، سلام بر شما، تشکر از وقتتان. آیا ولسوالی غورماچ به تصرف طالبان در آمده یا خیر؟ و آیا قمندان امنیه در اسارت طالبان قرار داره یا نه خیر؟ با سلام به شما، همکنون درگیری در اطراف ولسوالی غورماچ فاریاب جریان داره و فرمانده ولسوالی عبدالمجید گرنبافی پس از چهارشنبه امروز برای درگیری های گسترده با همراه با 18 نفر از نیروهایش به اثرت طالبان در آمد. عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگه که بیشتر از 20 نیروی امنیتی در درگیری ها کشته شده و به دلیل نرسیدن کمک های هوایی از مرکز کشور، قماندان امنیه با 18 نفرش به دست طالبان اسیر شده بودند. برای فعلا این ولسوالی مرکزش به دست طالبان است و طالبا ساختمان های دولتی به این ولسوالی آتش دادن، ولی در این ساحه یک کمپ اردوی ملی است که در اونجا نیروهای اردوی ملی حضور داره و تا هنوز این ساحه به دست طالبا نفتاده و شیرین شاه کوبندی قماندان نیروهای اردوی ملی در فاریاب میگه تلاش داریم از چندین نقطه بالای ولسوالی
خورما جمله بکنیم تا این مرکز این وسوله به دست خود بگیریم. آقای بیژن، آیا گزارش از رسیدن حمایت و یا هم نیروهای کمکی بیشتر و همچنان حمایت هوایی شما در دست دارین به خاطر کمک به ولسوالی بادغیس، ولسوالی خورما چیا خیر؟ تا هنوز تماس مستقیم با مسئولین امنیتی در فاریا با غرماج نداریم، به دلیل از اینکه در مرکز ولسوالی غرماج پایه های تلفن طالبا قطع کرده و او را تخریب کرده، تماس با مسئولین محلی و مردم محل قطع است. ولی شما را نمایندگان مردم فاریا بنه که تا هنوز نیروی کمکی به این ولسوالی نرسیده و دلیل اون بیر سقوطی ولسوالی هم عدم توجه مسئولان امنیتی در قسمت تامین امنیت ولایت ولسوالی غرماج در ولایت فاریاب است. آقای بیژن، تلاش بکنین تا با مسئولین اگر تانسته باشین تماس بگیرین. ما هم در جریان برنامه شما را دنبال میکنیم با تازه ترین گزارش ها از وضعیت. درست است. تشکر. مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان میگوید که طرف های درگیر، البته از حکومت وحدت ملی و حکومت های پیشین، با روند صلح به گونه سیاسی برخورد کردند. این مؤسسه افغانستان را میدان رقابت های داخلی و خارجی می شمارد و میگوید که گفتگوهای صلح به این دلیل تا امروز نتیجه ندادند که طرف ها برخورد سیاسی و دولتی را با این پدیده پیشه کردند. مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان یگانه راه حل را پژوهش درباره صلح و مسائل بزرگ ملی دانسته، افزود که هیچگاه حکومت‌ها در مسائل بزرگ ملی پژوهش نکردند و کورکورانه تصمیم گرفتند. در همین حال شورای عالی صلح میگوید که گفتگوهای صلح خود یک برنامه سیاسی و دولتی است، اما پژوهش و دیگر مسائل ابزار برای رسیدن به صلح هستند. با صلح برخورد سیاسی میکنه. طرف درگیری وقتی فشار جدی نظامی سرش میاد و صلح تن میده، به ظاهر به اصطلاح اقدامات صلح‌آمیز شروع میکنه. وقتی از لحاظ نظامی بهتر میشه، اوضاع و جغرافیا و آب و هوا برای جنگ آماده است، دوباره به طرف جنگ میره و این طرف دولت هم همین رقم با صلح بازی میکنه. مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان پژوهش را درباره چگونگی پیشبرد روند صلح آغاز کرده است که نتیجه آن به گفته مسئولین این مؤسسه تا 3 ماه دیگر اعلام خواهد شد. دوستان، تحقیق تازه مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی نشان می‌دهد که 9 میلیارد و 91 میلیون دلار از بابت جنگ و افراطیت به افغانستان زیان رسیده که 13% گویا بیشتر از بودجه ملی افغانستان است. این تحقیق چگونه انجام شده است و آیا پیشنهاد در مورد راه بیرون رفت از این مشکل در آن وجود دارد یا خیر؟ جهت بررسی این موضوع خواستیم با محترم ادریس عمرزاد، معاون مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی که همکنون در استودیوی کابل حضور دارند، بحث داشته باشیم. آقای عمرزاد، سلام بر شما و تشکر از وقتتان. تحقیق چگونه انجام شده و معیار برای انجام مقایسه برای بین هزینه جنگ و بودجه ملی افغانستان بر اساس چی سنجش شده؟ سلام بر شما، سلام بر همکاران تکنیکیتون. البته ما باید بگوییم که پژوهشات متعددی در ارتباط به هزینه خشونت افرادگرایی صورت گرفته توسط نهادهای مختلف ملی و بین المللی در افغانستان، لیکن بیشتری پژوهشات تاکیدش روی تلفات جانی و مصونیت فیزیکی بوده، یعنی مواردی را که ناشی از صدمه زدن به پیکر اقتصادی است متوارز نساخته بودند. در سال 2014 مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی یک پژوهش روی دست گرفت تا عوامل و پیامدهای منفی اقتصادی را که فعالیت‌های خشونتبار و افرادگرایی به بار میاره این روی دست گرفت که خوشبختانه در این پژوهش حدود 8 ماه را در بر گرفت و در اوایل سال 2015 این پژوهش به اتمام رسید. باید ما یادآور شوم که میتودولوژی یا روش را که ما به خاطر اتمام این پژوهش روی دست گرفتیم، به سفرهای به ولایات مختلف افغانستان سفرهای داشتیم و از جانب دیگه مصاحبه هایی که خیلی کلیدی از لحاظ کمی و کیفی با مسئولین ارگان های دولتی، با مسئولین نهادهای دولتی و غیر دولتی ضمناً صورت گرفت. ضمناً آماری که بیشتر در این پژوهش روی از او کار صورت گرفته و یا درد شده از منابع خیلی موثق مانند سکتور مالی، نهادهای بله
که این آمار خیلی دقیق است و از نهادهای ملی و بین المللی شاملی پژوهش گردیده. عامل یا هم مقصر ایجاد خسارات در اصل چی بوده میتونم؟ در واقع ما باید بگویم که تمرکز اصلی پژوهش روی 8 عامل یا سکتور عمده است که اینجا ما براتون خانش میگیرم. یکیش امنیت است، دوم زیربنا، صحت است، معرف است، ادغام مجدد است، مهاجرت و بیجا شدن است، جبران خساره است، سرمایه و عزیز دادن سرمایه انسانی است. اینا در پژوهش‌های دیگه که صورت گرفته فقط وانمود به این شده که هزینه بزرگ جانی صرف از نبرد به میان میاد، لیکن این پژوهش برملا میسازه که نه تنها نبرد بلکه خیلی عوامل بزرگ دیگه هم هست که یک هزینه خیلی بزرگ اقتصادی را که زیان است، معلوم دار زیان است و پیکر اقتصادی جامعه وارد میکنه. مثلا به طور مثال همین یک صحت، مجروحیت بر اساس پالیسی های نافذه و بر اساس قوانینی که افغانستان داره، یک فرد ملکی و یا یک سرباز هرگاه در جریان وظیفه جان خود از دست میده و یا مجروح میشه، بر اساس قوانین نافذه ما باید بر از او جبران خساره کنیم. به این معنا که باید فامیلش مورد امرار معیشت مالی قرار بگیره، یک جهت. یا به طور مثال هرگاه بر اساس نامنی. بله آقای مرزاد، با معذرت، شما از هزینه خسارات در سال 2014 تحقیق کردین، آیا تخمین پیش شما وجود دارد که در 14 سال گذشته حداقل جبران خساره و یا هم هزینه خسارات جنگ و افراطگرایی تا چه حد بوده؟ یک مشکلی که وجود داشت که متاسفانه افغانستان یک کشور است که 13 جنگ پشت سر گذاشتانده و علاوتن ارقام و اعداد و زمنن امو رفرنس های معسق وجود نداره تا 14 سال اخیر که ما بتانیم حداقل هزینه افرادگرایی را در یک دهه گذشته مورد بحث قرار بدیم. روی امی ملحوظ ما کوشش کردیم که حداقل بر یک سال مالی که سال 2014 بود بتانیم امی هزینه هنگفته را که افرادگرایی به بار آورده ما ایره مورد بحث قرار بدیم و بیشتر آمار را که شما در گزارش میبینین ناشی از بودجه ملی است و ناشی از آمار و ارقامی است که ما از دوایر خیلی معسق چون نهادهای دولتی و غیر دولتی را اخذ کردیم. روی ملحوظ خیلی مشکل بود که ما بتانیم نه تنها برای مؤسسه ما بلکه برای سایر نهادهای بین المللی حتی خیلی مشکل است که اینا بتانن آمار تشکر. یک دهه گذشته را ناشی از افرادگرایی روی از او تمرکز کنند. تشکر آقای مرزاد از وقت شما. روز خوش. رئیس اتحادیه سربازان سابق جنگ شوروی در افغانستان و همچنان رئیس موزیم جنگ افغانستان در مسکو به این نظر است که ایالات متحده نیز مانند اتحاد شوروی سابق در افغانستان گیر مانده است. خبرنگار صدای آمریکا در این اواخر از موزیم جنگ افغانستان در مسکو دیدن کرده و این گزارش را آماده ساخته که با هم یک جا می‌بینیم. اتحاد جماهیر شوروی وقت در ماه دسامبر سال 1979 میلادی برای حمایت از رژیم کمونیستی سابق در کابل به افغانستان تهاجم برد. ایگور ایرین، مسئول موزیم جنگ افغانستان در مسکو، میگوید اتحاد شوروی سابق قصد نداشت که برای مدت طولانی به این جنگ ادامه دهد. ما فکر کردیم ممکن بتوانیم جنگ را در طول مدت 9 سال خاتمه دهیم. پلان جنگ طولانی را نداشتیم. افغانستان به ما نشان داد که جنگ های دشواری در مدت طولانی برای حکومت سخت تمام می شود. او می گوید با در نظر داشت تجربه اتحاد شوروی سابق، حضور نظامی طویل المدت ایالات متحده در افغانستان به نفع آن کشور نیست. زمانی که 20 ساله بودم به آنهای میخندیدم که میگفتند ایالات متحده افغانستان را اشغال کرده میتواند. حالا این شوخی نیست، به خاطر که آنها برای چندین سال آنجا بودند، 13 سال با تلفات زیاد. آنها آنجا چی میکنند؟ بن لادن خیلی وقت قبل از بین رفت. وسایلتان را جمع کنید و خارج شوید. معنی ماندن و نگه داشتن پایگاه ها چیست؟ ما در حالی که بیرق های ما برافراشته بود خارج شدیم. معلوم نیست که شما چگونه خارج خواهید شد. از سوی هم الکساندر رازوموف، رئیس اتحادیه سربازان پیشین جنگ روسیه در افغانستان، میگوید اتحاد شوروی وقت از تاریخ مردم افغانستان درک درست نداشت.
конечно, ввод войск в Афганистан. بدون شک فرستادن عساکر شوروی به افغانستان اشتباه بود. به خاطر چی؟ به سبب این که ما باید تاریخ آن مردمان دلیر را که دشت ها و کوههای وطنشان را دوست دارند می دانستیم. به هیچ خارجی اجازه نمی دهند که امور کشورشان را اداره کنند. مهم نیست که نظریات خارجی ها هر قدر هم عالی باشد، چرا همیشه راه به سمت جهنم از نیت خوب آغاز شده است. اتحاد جماهیر شوروی سابق نتوانست مقاصد نظامیش را در افغانستان به دست آورد. این که آینده حضور نظامی ناتو و ایالات متحده در افغانستان با چه سرنوشت روبرو خواهد شد، پرسش است که زمان به آن پاسخ خواهد داد. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن. در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا امروز از دوستان نظرشان را پرسیده بودیم که بهترین گزینه برای ختم جنگ در افغانستان چی بوده میتواند. از جمله دوستانی که نظر دادن، نادر سیقل از اندونزی نوشته است بهترین گزینه ختم جنگ اتحاد مردم افغانستان است و این که نگذارن جاسوسای بیگانه در میانشان رخ نکند. فرید فروتن از کابل نوشته است بهترین گزینه ختم جنگ تجهیز و تنبیل نیروهای جوان امنیتی است. برای از بن بردن همه ترستان بدون در نظر داشته هویت قومیشان باید مبارزه صورت گیرد. با سپاس از دوستانی که نظر دادند، شما نیز می توانید در صفحه ما در مورد موضوعات روز و سایر مطالب نظر بدهید و از صفحه فیسبوک ما تازه ترین خبرها و مطالب جالب را نیز دنبال بکنید. آدرس صفحه ماست facebook.com/voatvashna. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. دوستان، در اثر یک حادثه ترافیکی در یک منطقه مرکزی ایران 20 مهاجر غیرقانونی افغان جان باختند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران در این رویداد که در 125 کیلومتری تهران رخ داده است، 10 افغان دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش، موتر حامل مسافران افغان شام یکشنبه در شاهراه بین تهران و قم با یک لاری تصادم کرده است. علی هاشمی، والی سیستان و بلوچستان ایران، گفته است قربانیان همه افغان بوده و ممکن جهت مهاجرت به اروپا به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. بر اساس گزارش آژانس خبررسانی فرانس پرس، والی سیستان و بلوچستان ایران که با افغانستان و پاکستان هم سرحد است، هشدار داده که ایران باید برای پاسخگویی به موجی از مهاجرین غیر قانونی افغان که از هراس ناامنی های اخیر در کشورشان به آن کشور وارد می شوند آماده باشد. و چندین هزار پناهجو هنوز هم در امتداد سرحد کرواسیا و سربیا گیر ماندند. آنها شب را در هوای سرد و غذای بسیار کم پس از آن سپری کردند که هنگری مرزش با کرواسیا را بسته کرد. شرح بیشتر گزارش را همکارم دنبال کرده است. روز یکشنبه حدود 2000 پناهجو در داخل بسهای سرد انتظار عبور از سربیا به صوب اتحادیه اروپا را میکشیدند. از زمانی که هنگری مرز عبوریش با کرواسیا را مسدود کرد، بسهای عامل پناهجویان اکنون باید مسیر طولانی تر از طریق سلوینیا را طی کنند. آن کشور تعداد عبور روزانه پناهجویان را کاهش داده است. متوجه شدم که اینجا قابلیت پذیرش پناهجویان را ندارد. طوری که شما می‌بینید ما در هوای سرد هستیم. جای خوب نیست. گلولای است. ازدحام است. پیام ما با حکومت این است که لطفاً رنج و حالت دشوار ما تحت غور قرار گیرد. توقع می‌رود که حدود 700 هزار پناهجو از کشورهای مثل سوریه و افغانستان که از جنگ فرار می‌کنند تا اخیر سال روان وارد اروپا شوند. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه اعلان کرد که در دو سال دیگر 24 هزار پناهجو را از شرق میانه میپذیرد، اما از اتحادیه اروپا خواست تا استفاده از پناهجویان، خارجی ها و کسانی که ممکن متفاوت باشند را برای گسترش بیم و برنده شدن آرا توقف دهند.
یا اوجوردی اپپره مکنون به صورت دقیق 24 هزار تن را تا دو سال آینده میپذیریم. 500 هزار پناهجو در حال حاضر وارد آلمان شده اند. فرصت میرسد که هر کدام ما باید چگونگی اوضاع را بدانیم و استفاده از پناهجویان خارجی ها و کسانی که ممکن متفاوت باشند را برای گسترش بیم و برنده شدن آرا توقف دهیم. اکثریت پناهجویان از طریق یونان و ترکیه وارد اروپا گردیدند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید در تلاش های ترکیه برای شامل شدن در اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد، در صورتی که ترکیه برای نظارت سرحداتش فعالیت های بیشتر انجام دهد و بعض پناهجویان را قبول کند که از طرف کشورهای دیگر اتحادیه اروپا رد شدند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید توافق‌های شمولیت مجدد را تنها در صورت امضا میکند که در اعطای ویزه اتحادیه اروپا به ترک‌ها سهولت ایجاد گردد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اعضای کمیسیون مشترک نظارت بر چگونگی تطبیق توافقنامه هسته‌ای ایران با گروه 5 جمع 1 امروز در ویانا دیدار می‌کنند. اعضای این کمیسیون که در برگیرنده نمایندگان ارشد کشورهای ایران، ایالات متحده، چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه، آلمان و اتحادیه اروپا است، امروز با هم جمع شده و روی آن که دو طرف چگونه به تعهدات مندرج در توافقنامه هسته‌ای عمل کنند غور می‌کنند. اعضای کمیسیون یاد شده 4 بار در هر سال با هم دیدار خواهند کرد. توافقنامه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 جمع 1 دیروز با خود جنبه عملی گرفت. رئیس جمهور اوباما شام دیروز به مقامات مسئول ایالات متحده هم هدایت داد تا در مورد عملی کردن تعهدات ایالات متحده در پیوند بر رفع تعزیرات علیه ایران اقدام لازم کنند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز میگه که وی در اواخر این هفته با رهبران روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و اردن دیدار میکند و با آنها در مورد گزینه برای شروع مجدد روند آوردن یک راه حل سیاسی با وضعیت در سوریه بحث خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به اسپانیا گفت ایالات متحده خواهان جلوگیری از تخریب کامل سوریه است و اینکه او با تلاش برای یک درک بهتر از سوی همه جوانب و یافتن گزینه ها و چگونگی روی دست گرفتن آنها در حال رفتن برای مذاکرات با همه جوانب است. مبارزه با داعش مستلزم یک تعهد چندین سال است، اما همانطوری که ما هر دو در کشور من و در اسپانیا آموختیم، شکست دادن تروریست ها یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت همه به شمول روسیه و ایرانی ها موافقند که هیچ راه حل نظامی برای این مبارزه وجود ندارد و علاوه کرد ما باید در تلاش یافتن راه حل سیاسی باشیم، پس نیاز داریم تا در مورد دست به کار شویم. این یک فاجعه انسانی است که اکنون یک پارچگی همه کشورها در سراسر منطقه را تهدید می کند. آقای کری گفت اگر روسیه فقط برای سرپا نگه داشتن بشارالاسد رئیس جمهور سوریه تلاش کند، پس آنها صرف توجه را به مبارزه بیشتر نظامی مبذول می دارند. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنان با اشاره به هجوم گسترده مهاجران که به اروپا فرار کرده اند گفت بسیاری از آنها از سوریه اند که در عصر جدید بی سابقه بوده است و علاوه کرد که فرار این همه مردم با ادامه خشونت ها در سوریه یک تهدید واقعی دیگر است. سازمان ملل متحد از ثبت نام نزدیک به 4.2 میلیون پناهجویان سوری در کشورهای همسایه خبر می دهد که بیش از 2 میلیون تن آنها صرف در ترکیه ثبت نام کرده اند. ویکتوریا نولاند، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور اروپایی و آسیایی، در جلسه امروز دوشنبه در انقره با مقامات ترکیه روی بحران پناهجویان و نیز ائتلاف به رهبری ایالات متحده در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بحث و تبادل نظر نمود. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. پلیس اسرائیل یک مهاجر اریتریایی را شام دیروز با ضرب گلوله کشت. مرد اریتریایی پس از آن کشته شد که یک مرد دیگر با حملات چاقو یک سرباز اسرائیلی را در منطقه بیرشیبا کشته و 10 نفر دیگرشان را زخمی ساخت. پلیس گفته است که مرد اریتریایی را به گمان اینکه حمله کننده دومی باشد
از پا درآوردند. اما بر اساس گزارش ها مرد کشته شده پیش از حمله پلیس از سوی یک گروه اسرائیلیان مورد لت و کوب هم قرار گرفته بود. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده از اسرائیل و فلسطینی ها خواسته تا برای پایان دادن به اعمال خشونت جاری در اسرائیل و کرانه غربی که آن را بی‌معنا هم خوانده گام های عاجل و عملی بردارند. جان کری امروز در شهر مادرید اسپانیا به خبرنگاران گفت که در هفته جاری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین دیدار هم میکند. مصر در روز اول انتخابات پارلمانی آن کشور شاهد حضور شماره اندک رای دهندگان مصری در مراکز رای دهی بود. انتخابات پارلمانی که به گمان اغلب در نهایت قدرت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر را بیشتر خواهد ساخت، تعیین کننده سرنوشت 596 کرسی پارلمان آن کشور است. انتخابات در 14 ولایت از جمله 27 ولایت مصر برای دو روز برگزار میشه. بقیه ولایات مصر در 22 و 23 مصر در 23 ماه نوامبر با مزرعه شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. از نتایج ابتدایی انتخابات کنونی گزارش دقیق در دست نیست، پس از آنکه اردوی این کشور محمد مرسی رئیس جمهور منتخب را در سال 2013 برکنار ساخت، این اولین انتخابات پارلمانی در مصر است. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آنچه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، با صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. و حال هم گزیده ای از خبرهای جالب و دیدنی جهان را همکارم خدیجه الکوزی تقدیم می کنه. مکسیکو. صدها نفر باشنده مکسیکو در یک جشن سالانه طی رسم گذشت با لباس‌های رنگارنگ و طراحی که از کاغذ ساخته شده بود در جاده‌های شهر مکسیکو توجه مردم را جلب کردند. در این رسم گذشت طراحان سراسر آن کشور صنعت دستی خود را که در آن مجسمه‌های بزرگ و تاریخی شامل بود و از کاغذ ساخته بودند نیز به نمایش گذاشتند. چیلی. در جشنواره سالانه زامبی یا مرده‌های متحرک صدها نفر با چهره‌ها و لباس‌های ترسناک همچنان حرکات مخصوص در جاده‌های شهر سانتیاگو چیلی توجه را جلب کرده بودند. این جشنواره در حال برا انداخته شد که عنقریب هالووین در اکثر کشورهای جهان تجلیل خواهد شد که در مراسم آن مردم با همچی لباس ها نیز آراسته شده و با مراسم خاص از آن تجلیل به عمل می آورند. چین. یک نمایش گل که متشکل از 641 نوع گل داوودی بود برای کسب جایزه جهانی گینس در شهر مرکزی هنان چین برای انداخته شد. در این نمایش شهر کایفنک را شهر فرهنگی گل داوودی عنوان نمودن و مراسم آن را با طرح از گل که 4 متر قطر داشت افتتاح کردند. این نمایشگاه گل با یک نمونه‌ای که از 1000 گل داوودی طراحی شده بود و بیش از 20 فعالیت فرهنگی دیگر از جمله با همایش چای گل نیز همراه بود. در یک جشنواره 9 روزه عنانوی زنان ایالت گجرات هند با حمل و تزیین کوزه‌های فلزی بر روی سر خود و رقص‌های محلی و فرهنگی اشتراک ورزیده بودند. جشنواره سالانه به نام نوراتری در اکثر نقاط آن کشور برگزار می‌شود که زنان و مردان با مراسم عبادت که شامل رقص، موسیقی، سرودن آهنگ‌های محلی و پوشیدن لباس‌های فرهنگی است، تجلیل به عمل می‌آورند. بخش دری برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا در همین جا پایان یافت. در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا با تازه ترین اخبار میزبان شما خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري.
مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع. دازمون رسالت ده. داشنا تلویزیون د خبرونې په دوام کې یو نوی سروي خی چې په افغانستان کې پر جګړې او سخت دریځي څومره میلیارد ډالر تاوان رسیدل دي. د نړۍ مشران په پام کې لري چې د سوریې د وضعیت په اړه غونډه وکړي، خو په سوریه کې د سیاسي حل لپاره لا هم کوم فرصت پاتې دی. او دا چې په واشنگټن کې کانګرس د رخصتۍ وروسته په خپل کار پیل کوي، تاسو به یې د کاري ایجنډا په اړه معلومات واورئ. د آشنا ټلویزیون سره اوسئ. سلام درنو لیدونکو، د اروپا منځنی ختیځ او امریکا په اړه به روسي راپورونه واوري، خو د افغانستان د امنیت او د جګړو د لګښتونو په اړه تفصیل او تحلیل هم واوري. هیله د نیم سات نور د خبرونه سره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرستوي چې په کندز کې د بیپولي ډاکټرانو په روغتون کې طالبان موجود و. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزي نن د اسوشیټډ خبری آژانس ته ویلي دي چې پر روغتون باندې د متحده ایالاتو د خوانه د بمباری پر مهال پر روغتون کې طالبان موجود و چې پر افغان ځواکونو باندې ډزې کولې. د روغتون له محوطې جګړه کېدله، هلته خلک موجود ول، د طالبانو زخمیان او نور جنګیالي هم ول. زخمیان همدې روغتون ته رسول شوي وو. د همدې زخمیانو سره د طالبانو له ډلې یو شمېر پایوازان هم وو. د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکا په بمبارۍ کې د کارکوونکو او ناروغانو په شمول ټول 22 کسان وژل شوي وو. درنو لیدونکو، په تیر یو کال کې په افغانستان کې په جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي مؤسسې په تیرو 8 میاشتو کې په 8 مشخصو برخو کې سروې کړې ده. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي هغه څه چې لازمه وه په افغانستان کې د ثبات لپاره کار نه دی شوی. وحیدالله فیضي صاحب په دې اړه پوره تفصیل لري. په تیر یو کال کې په افغانستان کې پر جګړې او افراطیت 9 میلیارد او یو نوی میلیون ډالر لګښت راغلی. په هغه سروې کې چې نن د سولې او دیموکراسۍ د یووالي مؤسسې خوا خبره شوه، په کې راغلی چې په 2013 کال کې پر جګړې او افراطیت یا د لګیدلې پیسې په افغانستان کې د ناخالصو تولیداتو 44% جوړوي. همداشان دغه اندازه پیسې 43% د 1940 کال بودجه او 40% د داخلي عوایدو د راټولېدو اندازه جوړوي. د سولې او دیموکراسۍ د یووالي مؤسسې په تیرو 8 میاشتو کې په 8 مشخصو برخو کې سروې کړي او په افغانستان کې د بیلابیلو کچو خلکو سره خبرې کړې دي. اولین سکتور کې خیلی متضرر است از این ناحیه انکشاف زیربنا است. امنیت لومړنی سکتور چې زیات زیان لیدلی دی، پرمختیا او بیخبنیاد دی. امنیت پرته له شک چې زیات لګښت لري، خو بیخبنیاد ډیر زیان ویني. په دوهمه کچه کې پوهنې او په دریمه کچه کې روغتیا زیات زیان لیدلی. هغه ارقام چې موږ لرو له حد زیات ملکی او نظامی کسان ټپیاندي. د سولې او دیموکراسۍ د یووالي مؤسسه اندېښنه څرګندوي کچېرې په 2015 کال کې روان وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، نو شونې ده چې د جګړې او افراطیت لګښت له هغه څه زیات شي چې په 2013 کال کې ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ چارواکي وایي لکه څنګه چې د خلکو غوښتنه وه د افغانستان د ثبات لپاره کار نه دی شوی او د جګړې پراخېدل به د ناروغې ټولنې د جوړېدو لامل شي. تر څو چې حکومتداري ښه نه شي او د قانون حاکمیت په یو ملک کې څنګه چې لازمه ده هغه سي عملي نه شي، نو مشکل ده چې جنگ مخه ونیول شي او اقتصاد روش وکړي. د سولې او دیموکراسۍ د یووالي مؤسسې په 8 میاشتو کې د امنیت، د بیا رغونې، د زیانونو جبرانول، انساني پانګونې او احتمالي درآمد، روغتیا، پوهنې، بیخ بنیاد، لمنځتل او کډوالۍ په برخو کې سروې کړې ده. ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د پوځي او امنیتي برخې زیات لګښت پرمختګ ته زمینه نه برابروي. مصرفات موږ د امنیتي له لحاظه ډېر لرو تر څو چې نورو سکتورو کې مصرف ولرو. هر کله چې موږ د امنیتي مسأله زیاتره او زیاتره خطوب ته ورسو، نو په مغه اندازه مکول شو چې دا مصرفات د دینه کم او په نورو سکتورو کې مصرف.
عام خلک بیا دروان وضعیت په حق لداس وای وضعیت دا سره ونه هیڅ ژوند نشي اج وضعیت خشي د ترافیکو او داس دولت ته خونه ان شاء الله چې ټول مخشلی راشي ټول اندخمندي ځکه چې تجاران اندخمندي مارکیټو ولا چې جوړي اندخمندي بیکاری زیات ده ټول خارج ته روان دي کارپوهان وای چې پر جګړې او افراطیت د څه باندې 9 میلیارد ډالر لګښت د ټولن لپاره پراتون کې زیرنه زیګولای شي یشمر افغانان بیا په دې اندی کچره وسره وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو نا امنی او بد وضعیت به د افغانستان د پرمختګ ملاور ماته کړي وحید الله فیضی آشنا تلویزیون کابل د افغانستان د حکومت په وړاندې د موجوده امنیتی ستونزو او غاخونو په وخت کې جمهور رئیس غنی په ملي دفاع وزارت کې څه باندې شپېته نوې مقرریانې وکړې او د نامنو سیمو په اړه د ولایتونو د ملکي او نظامی مقامات سره ویډیوي کانفرنسونه کوي خو پوښتنه دا ده چې د حکومت وسوال مخالفین هم زمانه په شرق او غرب شمال او جنوب کې څنګه اکمالات او د جګړې لمن پراخولې شي په دې اړه نن د کورنۍ چارو د یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر صاحب نظر اخلو چې د کابل شوډیو کې زمنګ بلنه منلې ده فقیر صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم یو پوښتنه لګه عمومي کوم چې دا د اتیاي ملسی زینه تروسه ډیر بدلونونه او توپیرونه لیدل کیږي خو افغان وژنه پاکستان او سخت دریزی زیاته شوې ده او کم شوې نه ده دا ډول چریکی جګړې په څه ډول کمیده شي یا پای ته رسیدل شي فقیر صاحب تاسو او تاسو اټنا تلویزیون ټول لیدونکو کارکونکو ته سلام تاسو دا ټول شیانو نه معلومات لرئ ترڅو پیرا چې کورانه ستوند مخپله حل نکو او یو ډیر متحد کوي یو والی ټیم او په دولت کې رامنځته شي او هغه د بهرنیانو سره یو په دوستۍ ولاړه جبا پیدا نکی تر یو وخت پورې به دا پیښه لا نور هم اضافه کیږي حتی د کموالي امکانات یې ما ته کمزور لیدای کیږي تر څو چې همدا مخکې جمله مو وویله همداسې یو قوت رامنځته شوی نه وي صحیح آیا په دې روانو یو ځای او بل ځای کې د چریکي جنگونو او ناامنۍ د مخنیوي لپاره د سیمه ایز خلکو مسله کولم ګټور تمامیدای شي کنه شي فقیر صاحب تاسو تجربه څه ده دام په تجربه کې و بخدام تجربه شوې دي حتی که د دولتي قوانینو مطابق د موږ د درې سره نظامی ارګانو کې دوی جنونه د نورو په شان یو ځای تنظیم کې او کمانډای د دولتي کمانډانانو تر قیادت لاندې وي ګټور کېدای شي اما که د پخوانیو کمانډانانو مالشو په شان وي او مستقل وي په یغه صورت کې زه فکر کوم چې لا نور هم زیات درد سر را منځته کړي بالکل فقیر صاحب یو عمومي پښتنه د هماهنګۍ را پیدا کیدلی شي تاسو چې یادوي مثلا اردو پولیس او دغه نورې اړوندې امنیتي ادارې د دې لکه عمومي امنیت ساتلو لپاره باید څه ډول ګډ اقدامات وکړي او ولسی خلک په خپل په داسې اضطراري وضعیت کې څنګه کولای شي چې مداخله وکړي یا همکاري وکړي یا یو کومک ته لاس ورکړي تر هغه وخته پورې چې موږ خپل کورنۍ ستوندې د نن نوې حال کلیه په داسې شکلو کې چې دولت په مانځ کې شدید اختلافات لیدا کیږي خصوصا د داخلي انتخاباتو نو وروسته یو داسې جوړښت رامنځته شوی دی چې ولت یې په ځان باندې کاملا بې اعتبار کړای دی یعنی تاسو بې اعتباری د دې عامل ګڼئ چې ولس به همکاري ونه کړي پر صورت یو ښکاره بحث دام دی چې پاکستان غواړي چې په کابل کې تر خپل اثر لاندې نظام ولري او افغانان به دا نه مني ټول ښکاره خبره ده چې وي کچیرته همدا هدف د افغانستان د نارامه کولو اصلي منشأ اوسي او اصلي ټکی همدای په وړاندې باید څه وشي بل اخر اخر د بهرانیانو سیاستونه لکه په خوا کې د افغانانو ته نوی معلوموس کامل نه معلوم دي بهرانیان ټول د خپل ګټ د ساتلو لپاره کار کوي تر څو پرې چې افغانان بیدار نه کړي وخیار نه کړي متحد نه کړي او په خپل منځ کې د و مشترکه ژبه سره پیدا نه کړي او یو ملي قوت را منځ نه کړي تر وخت پورې به افغانان هم د مشکلاتو سره اخته وي او موږ به هم د ستوندې ګایلو یعنی ستاسو خبره داسې ده چې که بهرانیان هلته وي چې ګټه یې پکې نه وي نو تاوان دپاره خو بهرانیان نه راځي پوښتنه داسې پیدا کیږي چې په څه ډول مواردو کې د بهرنیو ځواکونو مستقیمه مداخله
د دې وروسته ګټوره تمامېدلی شي، څنګه وشي چې د دوی د موجودیت نه مثبته استفاده وشي؟ یما په اند خو هغه وخت کې دی چې موږ یو قوي دولت، ملي دولت ولرو، او هغه په وجود کې څه مرستې چې دي د هغې د حاکمیت لاندې خپلې سیمو کې عملي شي. او قوي دولت هم هغه وخت دی چې موږ قانون تر هر څه حاکم او د جان نه پاک وبالو. فقیر صاحب، خو پوښتنه دا ده چې کله ملي حکومت اوسي، ملي زعامت اوسي، خلک هم پرې ټول امني، بیا خو بهرني قوت کومک نه پیدا کیږي او ضرورت نه پیښیږي؟ خو موږ خو داسې کومک نه غواړو چې په موږ باندې څوک پاچاهي وکړي. افغانان پاچاهي په ټول تاریخ کې نه ده منلې. موږ سره که څوک مرستې کوي هلته د دوستانه مرسته وکړي. یعنی ستاسې نه هدف دا دی چې د خارجي کومکونه په هغه ځای کې کومک نه کیږي یا مرسته نه کیږي چې اصلا ملي یووالی رامنځته کړي یا ملي ګټې خوندي کیږي او خودکفایي راځي؟ هدف هم همداسې دی. دا اوس خو داسې لیدل کېږي چې تقریبا دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د دیارلس کاله بهترینه زمینه دې ته برابره وه چې حکومت ډېر سالمه اداره دولت رامنځته شي، حتی ډیموکراسي فعالیه شي، مخدره موادو په ضد مبارزه قطع رامنځته شي. اما د یو هم د وعدې باندې وفا ونه کړه، نه یې حکومت را جوړ کړه، نه یې دولت را جوړ کړه، نه یې دا نوره ډیموکراسي فعالیه کړه. تاسو ولیدل انتخاباتو کې ډیموکراسي دا اوس نشریات ګورئ. بېګا د خپلواک کمیسیون مسؤلینو هغه څه وویل چې بالکل یو ټول شیان په
کې دي. د امریکا غږ د باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په کوټ کوټ کې خلک په امریکا غږ دیوي ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع در زمان رسالت ده. هیله ده تخنیکی وقفې لامل د آشنا تلویزیون بخنه اومنی او پاتې خبرونه وګورئ. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ښارونو نه په لرې پرتو سیمو کې لومړني خدمات لکه صحت، تعلیم او ترانسپورت کې ستونزې شته. خو د ښوونځیو بندېدل او د تعلیم نه محرومېدل تر ټولو جدي ګواښ ګڼل کېږي. په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یوازنۍ ښځینه لیسه هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخ ده. د امریکا غږ همکار عزیز الله پوپل د اروزګان نه په دې اړه تفصیل لري. پینزلس کاله مخکې په افغانستان کې نوی سیاسي نظام له روزګان څخه خپل سفر را پیل کړ. د دې ولایت خلکو هیله درلوده چې له محرومیت څخه به وژغورل سي، نارینه او ښځینه به یې تعلیم وکړي. ملالۍ لیسه د روزګان د ولایتي مقام په سلمیتری کې موقعیت لري او تیر کال یې په لومړي ځل تر لسو زیاتې د دولسم ټولګۍ فارغینې درلودې. د ښځینه تعلیم په برخه کې په تیرو څوارلسو کالو کې د روزګان ولایت لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه بلل کېده، خو اوس د لاسته تلو په حال کې ده. دمګړی د دې لیسې په 12م ټولګي کې یوازې 9 تنه زده کوونکي پاتې دي. دا څو د ګوتو په شمیر زده کوونکي په مات سره خپل درسونه ترازی او وایي چې په ټوله ورځ کې اله یو یا هم کله دوه مضمون ولولي. دوی وایي چې د فرهنګي او ټولنیزو محدودیتونو سره سره بیا هم لکور څخه لیسې ته د زده کړو په هدف راځي، خو دلته د ښوونکو نشټونه درسونه نیمګړي پاتې کړي او نږدې ده چې دوی هم نور ښوونځي ته رانسي. د درس نسته د درس ویل د پاره وی راځي مکتب کې درس نسته به چرګان په کور کې درس ویل څه خاطر نسته دي فامیل کور نه بولی اجازه نه ورکوي. زه د بهر مو راي ورسره بیا ما موږ خپل زیارو مسیادتي په خبرو چې د ټول وخت د سبو کو موږ هر څه وکړو مګر یې سوال نه کړم. زموږ مکتب د قرض حساب د وخت څخه ډیر خراب سوز قرض حساب په چې کې نه دی شو مکتب نه دی شو سزا موږ د خپل بیت کې مکتب نه کېدای څه پاتې. د لیسې مدیر وایي چې دوی د 15 استادانو له تشکیل څخه یوازې یو تن رسمي استاد لري. نو موري وایي چې د ښوونکو د نشټون سنځه د دې سبب سوي چې ځینو کورنوي خپل لونی بیرته له ښوونځي څخه ګرځولې دي. استادان د مرکز راوستي ځکه دلته نسته ښځینه استادان دلته هیڅ وجود نه لري. سرشکل څرنګه چې مقرري باندې شوی د رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې مکتب بالکل د سقوط سره مخامخ شو. روزګان ته د نوی والی د کار لومړنی اونۍ دی. ویاندې دوست محمد نایاب وایي چې هغه لا هم د دې ولایت لپاره د اړتیاو پر مطالعه بوختي، خو هڅه کوي چې د معارف په سکتور کې د یوازنۍ ښځینه لیسې د ستونزو حل ته ممکنه حل لارې پیدا کړي. د روزګان ولایتي مرکز ترین کوټ له امنیتي پلوه ډاډمن او آرام لیدل کېږي او لوړ پوړي نظامي مقامات یې لرو پرتو سیمو ته د امنیت د پراخولو پر لارو چارو باندې بوخت ښکاري. په جنوب کې د ملي پوز عمومي قومندان تورن جنرال داود شاو پادر خپل سرتیری د روزګان د امنیت د چنګښت لکه بلستای او وایي چې ژر به د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې د صوبات د چنګښت په موخه نظامی عملیات پیل کړي. عزیز الله پوپل، امریکا راغښنا تلویزیون، روزګان. د یکشنبې په ورځ یعنی پرون د یو ویډیوي کانفرنس د لارې نه د اروزګان والی جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړل چې د چارو د ښه ترسره کولو او د ستونزو د تشخیص په هدف د خلکو سره په تماس کې دي او وړاندیز یې درلودو چې د اروزګان ولایت د لوړو زده کړو وضعیت ته اساسي توجه وشي او د شایسته سالارۍ اصل دې تطبیق شي. درنو لیدونکو، راځو څو مهمو نورو خبرونو ته. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې د یکشنبې په ورځ په مرکزی ایران کې د غیر قانوني افغان مهاجرینو موټر ټکر کړی دی. شل تنه پکې مړه شوي دي او لس نور زخمیان شوي دي. راپور کې ویل شوي دي چې په ټکر کې یو وړوکی موټر، مینی بس او لارۍ موټر شامل دي او د تهران او قم ښارونو ترمنځ پر لویه لاره کې دا پېښه شوې ده. په سیمه کې پولیسو د ایران دولتي رسنۍ ته ویلي چې لارۍ موټر غوښتل د نورو موټرو مخکې شي چې ټکر سبب شو. او د ایران د اټومي پروګرام اړوند نړیوالې موافقې پاکله نن دوشنبه د غټ کمیسون لومړنۍ غونډه پیل شوه چې د قرارداد د دواړه غاړو د تعهداتو د عملي کېدو څارنې مسولیت لري. د نن دوشنبه ورځې لیدنې کې د ایران او ځواکمنو هیوادونو چې متحده ایالات، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، جرمني او د اروپایي اتحادیې استازي پکې شامل دي په وینا کې ګډون کړی و. د همغه خار دی چې همدې اړخونو د تېرې جولای په میاشت کې موافقه وکړه چې د ایران اټومي پروګرام د بندیزونو د لرې کولو په شرط محدود کړي. د دې
موافقه عملی کېدل د یک شنبه په ورځ پیل شو او جمهور رئیس باراک اوباما هم د یک شنبه په ورځ خپل ادارې ته هدایت وکړ چې ځان د ایران پر ضد لګیدلو بندیزونو ختمولو ته تیار کړي او ایرانیانو هم په خپل هغه مسؤلیت اقدام پیل کړو چې په زرګونه سنټرفیوزونه لري کې. درنو لیدونکو د آشنا تلویزیون پرونه پام دې سره پای ته رسیږي. خو د افغانستان لپاره د امریکا غاک آشنا رادیو خبری خبرونه او د خبرو اترو پروګرام لږ شی به وروسته پیلېږي. هیله ده ورته غوږ شئ. تر بیم پخته سپار. Thank you.